دوباره برگشتیم و مهمان خانه شما ایزان هستیم. آهنگ بسیار مقبول از خنداقا سخی بود که تقدیم شما ایزان کردیم. مهمان محترمی هم که همین لحظه همراه من نشستن خیلی از آهنگ لذت بردن و خیلی اشوده شنیدنش دیگه کیف کرده بودن. میگفتن کاش آهنگ تا وقتی که محمد زود ختم نمیشد. خب به صورت خدا کنه تمام هموطنان عزیز ما هم این شنیده باشن و لذت برده باشن. مهمان محترم ما هم جناب آقای احمد فیاض فروغی هستن، روزنامه‌نگار آزاد. میخوان صحبت‌های خوبشون در رابطه با نقش برنامه‌ریزی در زندگی همرا ما شما شریک بسازن آقای فروغی خوش آمدین سبزم بخیر باشه ممنون استان سپاس من هم در مقدم نابترین و دلارترین سخن که سلام است تقدیم میکنم به بینده نازنین که این لحظه با دیده های مهربانشان شبکه جهانی و مگانی آریانا را میبینن تشکر. و ممنون از شما که شما ما رو برنامه دعوت کردین سلامت باشین تشکر از شما هم که امروز دعوت ما را پذیرفتین و به این جنجالایی که در شهر دیدم میشه شما بازم خودتون رو به برنامه ما ممنون از سلامت باشین آقای فروغی میخوایم که دیدگاه کلی شما را در رابطه با برنامه‌ریزی در زندگی بشنیم اصلا خود برنامه‌ریزی چه تعریفی داره از کجا شروع میشه چه مواردی را ما باید در نظر بگیریم خب در مقطع میشه بگویم. یکی از باارزشترین و گرانباترین سرمایه که در زندگی انسان است دوران عمر از او است بله. پس چیزی باز که از دقایق ساعت‌ها، روزها و سالهایی که بالاخره زندگی خطاب میشه انسان بتانه استفاده خوب بکنه امه. و یک برنامه ریزی جامع داشته باشه تا به اهداف مطلوب خود برسه. برنامه ریزی از دید معمو نقشه فکری است که انسان در ذهن خود طرح میکنه به خاطر نایل آمدن به مو اهداف والا و امو خواستای فکری که در ذهن خود می پرورانه. حالا نکات اصلی که ما باید در برنامه ریزی به کار ببریم شامل چه مواردی است؟ اکثر کسا میگن برو ما بدون از اینکه روی یک برق بنویسم در ذهنم دارم پلان کاری خودم ولی بعضی وقتا از پیشش گدوت میشه اصول اصلی که در برنامه ریزی باید به با کار برده و شخصا خود ما بخوایم برنامه ریزی داشته باشیم چه مواردی هست؟ خب بعض افرادی که میگن که به حساب هنوز نو وقت هست یا وقت گذشته و بگویم که امو اس خود باوری حاکمیت به با نفس خودا باید پرورش بدن به هیچ وقت نگویم که نو است. هر لحظه که خواسته باشن میشه که امو اهداف کلدی خودا رو لیست بکنن و مطابق امو میشه که با خواستای کلیدی خود نایل به پس به خواستای کلیدی خود وقتی با برنامه ریزی ما نزدیکتر و اهداف خود نزدیکتر میشیم حالا چه فکر میکنین اهمیت عمده که میتونه تحولات خوب برنامه در زندگی ما به وجود میاره شامل چه مواردی هست که ما او برنامه ریزی را ساده نگیریم بیایم به فکر برنامه ریزی هم باشیم خب اول تفکر تعمق و بالاخره میشه که یک میکانیزم و یک راهکار جامعه ما به بس سلا بستبندی بکنیم و مطابق از او میشه که سپ به سپ به اهداف والای خود نایل بیاییم <تصدق> <تصدق> حالا نقش برنامه ریزی در زندگی؟ نقش برنامه ریزی ای است که مثلا بعض افراد که خط مشه درست ندارن اونا طبیعی است که اشتغال فکریشان همیشه در موارد ابعاد مختلف است اگر ما بخوایم که روی یک شاخصی کلیدی فکر بکنیم و به امون آیل بیم باید یک طرح جامعی داشته باشیم و مطابق امون راکار میتونیم که بعدا دقیقا. امروز اگر به دنبال موفقیت هستیم به دنبال اهداف ما هستیم به دنبال طریقه درست زندگی هستیم برنامه و همچنان مدیریت زمان را باید در نظر بگیریم تا که بتانیم به اهداف ما و شیوه درستش برسیم و به همه کارهایی که روزانه ما بالای از او پلان گرفتیم طبق برنامه ریزی در زندگی ما اونا را بتانیم انجام بتیم پس ببینیم که برنامه امروز چقدر میتونه در زندگی ما تاثیرگذار باشه و از همه مهمتر ما میتونیم در طول روز کارهایی که انجام دادیم در وقتی که شب میریم و استراحت میکنیم یک جمبندی خوب در روزهایی که و هایی که سپری شده در این روز به دست بیاریم و این نتیجه خوب و مطلوب نه که ما فقط وقت ما را صرف کارهایی انجام بدیم که اصلا به درد ما نخوره و هیچ آینده خوبی هم در زندگی ما نداشته باشه حالا میخوایم آقای فروغی کمی از فعالیت های فرهنگی خودتان هم برای ما بگوین ببینیم که به عنوان کسی که یک روزنامه‌نگار آزاد هستیم شما خودتون برنامه‌ریزی چقدر تاثیرات خوب در زندگیتان به گذاشته خب در بود فعالیت های فرهنگی البته ما در شهر مزار شریف یا بگویم که در زادگاه مولانا و خوابگاه مولا حلی ما یک دبیر یکی از بنیاد های فرهنگی و اجتماعی هستیم که دو انجمن ما یا در بنیاد فرهنگی ما ما روی گوزین های مختلف کار میکنیم که از جمله امدترین از او را بلند بردن ظرفیت های علمی جوان تشکیل میده که ما در این انجامن خود 8 کمیته داریم و هر کمیته در هر بار جوی یک عنوان علمی مرتبط برشتی هم کمیته بس میکنه تا اینکه که جوان ها ساختار و و شخصیتشون بلند بره و به خود شخصیت قائل شوه و همیشه مو واجه که به تلقین منفی از خود تلقین میکنن که ما نمیتانیم باید همیشه خود قسم تلقین بکنن که ما توانا هستم ما میتونم بحنه. تا ای که بتونه در آینده یک شخص کارا و مفید در جامعه واقع شد چقدر شا. راضی بودین تا به امروز از کارهایی که شما در قسمت پیشرفت و ترقی جوانان انجام دادید تا امروز را که ما فعالیت داریم ما تانستیم که در بسطلاح بگویم در دیتابیس خود 600 جوان عضو خود بسازیم بسیار خوب و از جمله فعالیت های کلدی که ما کردیم طبح سه اثر شیری از شاعرای جوان بلخ بوده وجه تصمیه ولایت افغانستان بوده و در زمنش در کمیتی خیری خود از جمله کارهای بنیادی که ما کردیم به صلاح ایدای خوندی را به یک فرهنگ وز کردیم که ما هم ساله یک نوبت با اوید از اموطنای ما که در بستر مریض هستن و وجودشان هم از دارد به خون نیاز داره که توان خرید خون هم ازشان بعید است ما در خون ایدا میکنیم که یکی از برنامه ما Massive mission. بسیار خوب واقعا در صورتی که شما آمدین و با وان یک روزنامه نگار آزاد بر کشور بر جامعه خودتان تلاش و کوشش دارین جوانان بسیاری دور همج... دور خودتان جمع کردین و تانسین حداقل در بخشهای مختلف همراهشان همکاری داشته باشین و همچنان بودهای مختلفی که واقعا جوانان در اون عرصه نیازمند هستن که باید همچنان دیگه معلومات کلی را به دست بیارن شما همراهشان همکار و همراه بودین در قسمت برنامه‌ریزی آیا کدام بخشی را داشتین برای محصلین ما که اونا شاید امروز سردرگم به این باشن که در خانواده بعضی جنجالا دارن در جامعه بعضی جنجالا دارن و در عین حال و تحصیلات خودشان میپردازن اونا چگونه باید و چه مواردی رو در نظر بگیرن تا که بهتر به همون شرایط و جنجال روزگار که دیده میشه خودشان مطابقت بدن بله به خاطر انگیزه دی و ایجاد انگیزش برای جوانان ما همواره گفتمان های علمی و مباحث داشتیم با حضور افراد کارا و خلاق که ده ای راستا به سلا صاحب نظر و کارشناس هستند ما رو اندازی کردیم که به گونه پرسش و پاسخ بده و جوان ها تانستن که از این برنامه استفاده خیلی به مفیدی مفید را داشته باشند بهله دقیقا تشکر از حضور آقای فروغی می خواهیم که پیام شما را هم داشته باشیم با عنوان جنبندی پلان های دیگه که داریم در عرصه جوانان در قسمت برنامهریزی هر, چ... هر اون چیزی که باقی مانده همراه ما بیننده شریک بسازین که از این به بعد هم اگر همراه شما همکار شوند هر جوان خودش چه قرار تاثیرات خوب بالای جامعه داشته باشه و خودش چگونه پلان های خودش همراه شما بتنند حد شریک بله. خب. پیام ما در هموم برای بینندای عزیزی که میلزه توده میلیونی برنامه را ای است که عرف شهار کم به و عمل زیاد باشه در همه راستای زندگی و سر از امیل از بیاین گام بردارن انوز وقت است نو وقت نشده از پدیدی که اسمش زندگی است میشه که استفاده خوب و مف... مفیدی داشته باشند بله دقیقا و استاد ببخشید آقای فروغی میشه که شما یک پیامی هم در رابطه با برنامه ریزی داشته باشین بعضی کسا اصلا به تایم خودشان اهمیت نمیتن و وقت را اصلا همون تو مفت از دست میتن یک پیامی میخوایم داشته باشین که واقعا بیای تاثیرات مثبت بالای جوانان داشته باشه که از وقت خود حداقل به درستی استفاده کنند خب پیام برای باوان یا بر جوانایی است که امو نقشه فکری که در ذهن دارن بگیرن یک کلم و یک برگی کاغذ دیدگاه خود بریزن و امو اعدافشان که در حولویت و در مقدم قرار داره روی امو کار بکنن و امو استعداد درونی که دارن بله. بسیلا امو میتونن که باستا با تبارز بتن سنده و سلامت باشین جراب قای احمد فیاض فروغی روزنامه‌نگار آزاد ممنون از لطفتان سلامت باشین تشکر از شما ایزان هم که تا این لحظه ما را تنها نگذاشتین و بیننده صبح ها زندگی بودین در ادامه برنامه هم نظرت اینه که شما ایزان را حتما مرور می داشته باشیم خبرای از دنیای سینما و همچنان ورزش را فراموش نکنید و روزنامه چاپی که به دست ما رسیدن وقفه داریم برمیگردیم صبح خیر. تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین